درس دوم دایره مثلثاتی رو میخوایم بگیم از فصل دوم. خب میخوایم ببینیم دایره مثلثاتی کلن چیه. این اگر یک دایره باشه، دایره مثلثاتی دایره یه که شعاعش واحده. شعاع واحد یعنی چی؟ یعنی اگر شما این یکه، اگر شما دایره رو کوچکترم بکشین باز اینو میگیریم یک، اگر بزرگترم بکشین بازم میگیریم یک. پس دایره مثلثاتی یک دایره که شعاعش واحده و مبدأش روی محور x های و جهتش برخلاف جهت حرکت عقربه های ساعته. هر زاویه که در جهت مثلثاتی باشه، یعنی این طرف باشه، مقدارش رو مثبت میگیریم. هر زاویه که در خلاف جهت مثلثاتی باشه مقدارش رو منفی در نظر میگیریم. دایره مثلثاتی میاد صفحه رو به چهار ربع تقسیم میکنه. ربع اول، ربع دوم، ربع سوم، ربع چهارم. خب در دایره مثلثاتی شروعمون گفتیم از این نقطه، اینجا میشه صفر درجه. خب وقتی میایم اینجا چند درجه حرکت کردیم؟ 90 درجه. پس اینجا میشه 90 درجه. دوباره اگر اینجا رو حرکت کنیم بیایم اینجا میشه 180 درجه و اگر بیایم اینجا دوباره میشه 270 و بعد میشه 360 درجه. و خوبی دایره مثلثاتی اینه که شما اگر زاویه های بزرگتر هم داشته باشین با چرخش میتونین همه زاویه ها رو روی دایره مثلثاتی مشخص بکنین. حالا مثلا میخوایم زاویه های 150 درجه، 28 درجه، 224 درجه، 315 درجه رو روی دایره مثلثاتی مشخص کنیم. اگر اینا رو بخوایم مشخص کنیم، 150 درجه تا اینجا میشه 90. چقدر دیگه باید اضافه کنم؟ 60 تا دیگه اضافه کنم. حالا ما تقریبی میکشیم چون نقاله که نداریم. ناحیه چندم قرار میگیره؟ در ناحیه دوم. اینجا میشه 150 درجه که انتهای کمانش این نقطه. اگر بخوام من 28 درجه رو مشخص بکنم، 28 درجه در ربع اوله، یعنی مثلا سه قسمت کنم فرضاً 90 تا رو، تقریبا اینجا میشه، این میشه زاویه 28 درجه، انتهای کمانش مثلا میشه پی 1. اگر بخوام 224 درجه رو مشخص کنم، تا اینجا 180ه، خب چند تای دیگه باید اضافه کنم؟ 34 تای دیگه اضافه کنم. یه چیزی تقریبا اینجا ها میشه، یعنی میافته در ناحیه چی؟ سوم. این ناحیه اول بود، اینجا میشه 224 درجه. و اگر بخوام 315 درجه رو مشخص کنم، 315 در ربع چهارمه، چون اینجا 270ه، خب به 270 یه مقداری باید اضافه کنیم. چقدر باید اضافه کنیم؟ 45 تا دیگه اضافه کنیم. اگر 45 تا اضافه بکنید اینجا مثلا میشه 315 درجه، انتهای کمانش اینجا مثلا پی 3، اینو بذاریم پی 2. پس این زاویه ها رو اومدیم در دایره مثلثاتی مشخص کردیم. حالا اگر زاویه ها منفی باشه، مثلا شما میخواین منفی 45 درجه رو، منفی 130 درجه رو، منفی 200، منفی 300 درجه، اینا رو مشخص کنه. خب چون منفی هستن در دایره مثلثاتی که در نظر میگیریم، این دایره مثلثاتی گفتیم میشه خلاف جهت مثلثاتی. جهت مثلثاتی از این طرف بود، چرخش این طرفی بود، خلاف جهت مثلثاتی میشه همون جهت عقربه‌های ساعتمون. اینجا صفره، اینجا منفی 90ه، اینجا منفی 180ه، اینجا میشه منفی 270، اینجا منفی 360. ولی ناحیه هاتون عوض نمیشه، ناحیه 1 2 3 همونه.
منفی 45 درجه خب میاد در خلاف جهت میچرخه، اینجا مثلا میشه منفی 45 درجه. پس کدام ناحیه میفته؟ ناحیه 4. منفی 130 درجه میشه 90 به اضافه 40. خب اگر بخوام مشخصش بکنم، 90 به اضافه 40 اینجا مثلا میفته، اینجا میشه منفی 130 درجه. 200 درجه 180 به اضافه 20 باید بشه، مثلا اینجا میفته. این پس ناحیه چندم افتاد؟ ناحیه سوم. این یکی ناحیه دوم قرار میگیره، از این طرف داره میچرخه. باز اگر این پی یک باشه، این پی دو باشه، این پی سه باشه، خب پس میشه در ناحیه دوم. اینجا شد منفی 200 درجه. منفی 300 درجه رو میخوایم مشخص بکنیم. منفی 300 از 270 30 تا بیشتره دیگه، پس باید بیایم کجا قرار بدیم؟ در ربع اول به این 30 تا اضافه کنین. از اینجا چرخش شروع میشه تا اینجا، اینجا میشه منفی 300 درجه که در ربع اول قرار میگیره، مثلا پی 4 باشه. پس اگر در جهت مثلثاتی بریم مقدار مثبت، اگر در خلاف جهت مثلثاتی بریم مقدار میشه چی؟ منفی. خب حالا گفتیم خوبی دایره مثلثاتی اینه که شما زاویه های بزرگتر از 360 درجه هم میتونیم پیدا بکنیم. مثلا میخوام من چند درجه رو حساب بکنم؟ 1000 درجه. خب 1000 درجه کجا قرار میگیره؟ خب اگر بخواین اعداد بزرگ بشه سخت میشه دیگه، میان چه کار میکنین؟ 1000 رو تقسیم بره 360 میکنین، دو تا 360 میشه 720 تا، 280 تا میمونه. یعنی چی؟ یعنی توی این دایره چون مثبتم بوده، دو دور باید زده بشه. حالا 280 درجه میتونه دیگه این دوراش هم نشون ندین. 280 درجه میخوام اینو انتهای کمان در کجا قرار میگیره؟ 280 میشه 270 به اضافه 10 دیگه، اینجا 270 10 تا دیگه هم اضافه کن، یعنی میشه در ناحیه 4. پس اگر چه مثبت باشه چه منفی، منفی ها بدون منفی تقسیم میکنید، مثبت ها به 360 تقسیم میکنید، دورهای کاملش اینجاست، دورهای کاملش رو حذف بکنید، میشه اون مقداری که باید شما ببینید در کدام ناحیه قرار میگیره. شد 280 میشه 270 به اضافه 10 که در ناحیه 4 قرار میگیره. خب حالا هر نقطه‌ای که شما در دایره مثلثاتی در نظر بگیرین، یه طول داره یه عرض داره دیگه، مثل همون محورها. وقتی شما محور میکشیدین، فرض کنید این دایره نباشه، وقتی که محور میکشین یک نقطه در نظر میگیرین، این نقطه مثلا اینجا باشه، میگین این طول نقطه ایکسه و این چیه؟ عرض نقطه. این دوتا با هم برابر، این دوتا هم با هم برابرن. پی به مختصات ایکس و ایگرگ میگین. در دایره مثلثاتی هم من هر نقطه‌ای که در نظر بگیرم مثل پی، هم طول داره هم عرض داره. حالا میخوام ببینیم اینا چی میتونن باشن. خب اینو اگه من تصویر کنم، بیارم عمود کنم روی محور ایکس ها، این میشه مقدار ایکسمون، این میشه مقدار ایکسمون، و اگر عمود کنم بیارم روی محور ایگرگ ها، این میشه مقدار ایگرگ ما. ایگرگ که با همینم برابره دیگه، ایکس هم گفتیم با این برابره. خب اگر من این رو شعاع دایره رو رسم بکنم، شعاع دایره مثلثاتی رو اگه من رسم کنم، این شعاع اینجا یه مثلث ایجاد میشه. مثلث چیه؟ قائم الزاویه. اگر این زاویه رو مثلا تتا بگیرم، اینو بهش میگیم تتا، اینو میگیم آلفا، اینو میگیم بتا، یا اینو میگیم گاما، فرق نمیکنه. یه زاویه به هر حال میگیریم. اگر اینو تتا در نظر بگیرم، بخوام سینوسش رو پیدا بکنم، سینوس چی میشه؟ میشه سینوس تتا
ضلع مقابل به زاویه تقسیم بر وتر. شعامون آره، آرمون چنده؟ یکه. پس میشه ایگرگ به یک ایگرگ. یعنی مقدار ایگرگ همون چیه؟ سینوس تتاه. حالا اگر من کوسینوس تتا رو پیدا بکنم میشه مقدار مجاور ضلع مجاور به زاویه تقسیم بر وتر. ایکس به یک میشه باز ایکس. پس اینم ایکس مونه. پس ایکس ما کوسینوس تتاه و ایگرگ ما سینوس تتاه. پس هر نقطه ای که روی دایره مثلثاتی باشه طولش حکم کوسینوس و عرضش که با این برابره حکم سینوس رو داره. حالا نقطه اینجا هم باشه، باز میگیم اینجا مختصات ایکس و ایگرگش چیه؟ میشه کوسینوس مثلا آلفا سینوس آلفا. اینجا باشه اینجا باشه فرقی نمیکنه که مقدارها باز کوسینوس و سینوس هستن. در نهایت میتونیم نتیجه بگیریم که این دایره مثلثاتیتون از پایین تا بالا چی رو به ما نشون میده؟ این محور عمودی محور سینوس ها میشه و محور افقیتون میشه محور کوسینوس ها. محور افقیمون میشه محور کوسینوس ها. این پس سبز محور کوسینوس ها و مشکیه که کشیدی محور سینوس ها، یعنی افقی کوسینوس و عمودی میشه سینوس. خب حالا نگاه کنید، ما باز تو دایره مثلثاتی اگر شما دایره مثلثاتی رو یاد بگیرین هیچ مشکلی دیگه ندارین. تو دایره مثلثاتی میخوایم ببینیم که مختصات این نقطه ها چیه و اگر مسئله به این شکل بهتون بدن چجوری میتونین بگید که مثلا سینوس و کوسینوسش چیه. سوال به این شکل نوشته میشه: نقطه پی به مختصات منفی رادیکال 3/2 و منفی 1/2 در دایره مثلثاتی داده شده. نسبت های مثلثاتیه، ببخشید، اگر زاویه‌ای که انتهای کمان OP با دایره میسازد تتا باشد، نسبت های مثلثاتیه زاویه تتا را بیابید. طب. یعنی ما میخوایم سینوس تتا، کوسینوس تتا، تانژانت تتا و کوتانژانت تتا را پیدا کنیم. خب سینوس گفتیم این سینوس این کوسینوسه. پس کوسینوس منفی رادیکال 3/2، سینوس منفی 1/2. تو بخش اول گفتیم که سینوس تقسیم بر کوسینوس توی دایره توی مثلث قائم زاویه وقتی تانژانت رو پیدا کردیم مخرج BC بهش دادیم، ABC. گفتیم اگر تانژانت مثلا B رو بخوایم به دست بیارین میشه ضلع مقابل به مجاور AC به AB. به هر کدام مخرج BC دادیم، گفتیم میشه AC به BC سینوس و آبی به بی سی گفتیم میشه کوسینوس. اینو قبلا گفتیم. پس تانژانت تتا میشه سینوس تتا تقسیم بر کوسینوس تتا میشه منفی 1/2 روی منفی رادیکال 3/2. اینا رو میتونیم بزنیم یا دور در دور نزدیک در نزدیک کنید. یک روی رادیکال 3 اگر گویا بکنید میشه رادیکال 3/3. اما کوتانژانت تتا برعکس دیگه، میتونین همین مقداری که اینجا نوشتین یک روی رادیکال 3 رو معکوس کنید بشه رادیکال 3 روی 1 که میشه
رادیکال 3. گفتیم تانژانت و کوتانژانت عکس همن. پس به این شکل یک نقطه داده شد، ما تونستیم نسبت‌های مثلثاتی زاویه تتا رو به دست بیاریم. خب حالا تو کتابتون واسه این زاویه هایی که گفته شده، خب کار در کلاس اولی صفحه 37 کتاب چی گفته؟ گفته که مشخص کنین هر کدوم از زاویه زی در کدوم چهار ناحیه قرار داره. -30°. خب الان به شما گفتیم که -30° توی دایره مثلثاتی اگر مشخص بکنید، -30° میشد در ربع چی؟ در ربع چهارم. 65°، 65° مثبته، میشه در ربع اول. 182°، تا اینجا 180°. خب 182° اینجا مثلا میشه 182° ناحیه سوم. و -95°، اینجا گفتیم -90°، پس -95 میاد اینجا مثلا، حالا خیلی نزدیک تر باید باشه، -95° میشه در ربع سوم. پس اینا الان مثالاشو گفته بودیم. با آنچه در فعالیت قبل به دست آوردی توضیح دهید که اگر انتهای کمان روبرو به زاویه در ربع اول باشد، آنگاه چرا نسبت‌های مثلثاتی آن همگی مثبتند. خب اینو الان می‌خوایم توضیح بدیم واسه‌تون که چرا به این شکل میشه. گفتیم تو دایره مثلثاتی اگه در نظر بگیریم، هر نقطه‌ای که اینجا شما در نظر بگیرید، یکی طول یکی عرض. گفتیم اولی مقدار چی رو نشون میده؟ کوسینوس تتا، و دومی سینوس تتا رو نشون میده. خب حالا پس محور اینجا تصویر کردیم و اینو نشون دادیم. گفتیم این محور عمودی محور سینوس شد و محور افقیتون محور چی شد؟ کوسینوس شد. محور کوسینوس. خب حالا من میخوام در ناحیه‌های چهارگانه بیام علامت سینوس، کوسینوس، تانژانت و کوتانژانت رو مشخص کنم. خب نگاه کنید، سینوس همو ایگرگتونه دیگه. شما توی دستگاه محورهای مختصات میگفتین هر چیزی که عددی که سمت راست باشه مثبت، سمت چپ منفی، سمت بالا مثبت، سمت پایین منفی. اینم همون حکایته. اینجا الان کوسینوس چیه؟ مثبت. ایکستون چون مثبته، ایگرگ هم مثبته، پس سینوس هم مثبت. تانژانت گفتیم سینوس روی کوسینوس، علامتاشو ضرب کنید میشه مثبت و مثبت. در ربع دوم سینوس اینه مثبت، کوسینوس این طرف منفی، تانژانت و کوتانژانت ضرب کنیم میشه منفی. در ربع سوم سینوس منفی، کوسینوس منفی، تانژانت و کوتانژانت هم میشن مثبت. در ربع چهارم سینوس منفی، کوسینوس مثبت، تانژانت و کوتانژانت هم میشه منفی. این علامت نسبت‌های مثلثاتی در ناحیه‌های چهارگانه، علامت نسبت‌های مثلثاتی در ناحیه‌های چهارگانه بود. خب حالا میتونیم اینجوری هم بگیم بچه‌هایی که فراموش می‌کنن، با علامت هستک خیلی ها کار می‌کنن. یعنی چی؟ اولی ناحیه اول رو نشون میده، یعنی همه مثبت. دومی ناحیه دوم رو نشون میده، یعنی سینوس مثبت. سومی ناحیه سوم رو نشون میده، یعنی تانژانت. چون تانژانت و کوتانژانت هم علامتن، پس تانژانت و کوتانژانت مثبت. و آخری ناحیه چهارم رو نشون میده، یعنی کوسینوس مثبته.
وقتی مثبت ها معلوم بشن پس بقیهش میشن منفی دیگه. الان سینوس مثبته، بقیه منفی هن. ناحیه سوم تانژانت و کوتانژانت مثبتن، پس این دوتا منفی هن. و در ناحیه چهارم کوسینوس مثبته و بقیه منفی هستن. اینم از این علامت ها. پس متوجه شدید که چرا نسبت های مثلثاتی مثبتن در ناحیه اول دیگه. خب حالا میخوایم نسبت های مثلثاتی زاویه های 0, 90, 180, 270 درجه اینا رو مشخص بکنیم. باز یه دایره مثلثاتی میکشیم. دایره همون خیلی هم درست نیست دیگه. گفتیم اینجا 0 درجه. اینجا 90 درجه. 180 درجه. 270 درجه. و 360 درجه. و گفتیم که شعاع دایره مثلثاتی واحده، یعنی این یکه. الان پس مختصات این نقطه یک، چون روی محور ایکس‌های عرضش صفره. مختصات این نقطه چون روی محور ایگرک‌های طول صفر، عرض یکه. اینجا چیه؟ طولش منفی یکه چون در خلاف جهته و عرضش صفره. این نقطه هم عرضش منفی یکه و طولش صفره. اینم که باز بر هم منطبقن. گفتیم اولی کوسینوس رو نشون میده، کوسینوس صفر. بعدی سینوس رو نشون میده، یا 360 هم به همین شکل، چون بر هم منطبقن. اولی کوسینوس 90، دومی سینوس 90. کوسینوس 180، سینوس 180. کوسینوس 270، سینوس 270. و به این شکل نسبت های مثلثاتی زاویه 0, 90, 180, 270 و 360 درجه به دست میاد. حالا اگر این رو بیایم روی جدول مشخص بکنیم، تتا 0, 90, 180, 270 و 360 درجه. سینوس تتا، کوسینوس تتا، تانژانت تتا و کوتانژانت تتا رو میخوایم مشخص بکنیم. خب نگاه کنید، سینوس صفر صفره، این صفره. من میخوام راه کلک رو بدم بهتون، بگم تا یاد بگیرین، تا زمانی که از روی این مشخص بکنین دیگه خودتون. کوسینوس یکه، پس سینوس صفر، کوسینوس یکه. یک در میون عوض کنین، این میشه یک صفر، یک صفر. دومی یکتون رو منفی بذارین، یک صفر، یک صفر، یک. بازم دومی یک منفیه. تانژانت صفر صفره. خب کوتانژانت صفر چقدره؟ کوتانژانت گفتیم میشه، کوتانژانت صفر میشه کوسینوس روی سینوس. خب کوسینوس صفر چقدره؟ یکه. سینوسش چقدره؟ صفره. خب عدد تقسیم بر صفر تعریف نشده. نمیدونید عدد تقسیم بر صفر چی میشه؟ پس این میشه تعریف نشده. یا ت بذاریم یا بی نهایت بذاریم، نمیدونید چون چیه. بعد یک در میان عوض کنید، همون تعریف نشده ها. اینم جدول نسبت های مثلثاتی در نقاط رأسمون، رأس های 0, 90, 180 و 270 درجه. خب نگاه کنید، اگر دقت بکنید، خب فعالیت که گفته 180 باشه، نسبت های مثلثاتیش رو پیدا بکنید که مشخص کردیم و اینجا شد مقدارش. 270 هم گفته مشخص کنیم. بعد اومده جدول رو مشخص کرده و این که ما گفتیم این ناحیه، ناحیه اوله، دومه، سومه، چهارمه. باز تو کتابتون تو نکته ای که سمت راست گذاشته و بعدش اومده گفته جدول علامتش رو پیدا بکنین. و یک نکته دیگه ای که داریم چیه؟ نکته دیگه اینه که این باز بود محور سینوس. این محور، محور سینوسه. خب نگاه کنید، من اگر میخوام سینوس رو پیدا بکنم، بیشترین مقدارش یکه، کمترین مقدارش منفی یکه. اگر اینجا من میخواستم سینوس رو پیدا بکنم توی این نقطه، باید عمود میکردم روی محور سینوس ها.
مقدار سینوس هم این بود. اگر اینجا بود انتها، عمود میکردم روی محور سینوس ها، باز این بود. در نهایت تا اینجا برسم، یعنی بیشترین مقدار سینوس یک میشه، که اگه بخوام عمود کنم کل خطم میشه. و مقدار کمترین مقدارش هم اینجا، اگر من به اینجا بخوام عمود کنم روی محور سینوس ها، کل محور رو میگیره. پس کمترین مقدار سینوس منفی یک و بیشترین مقدارش چیه؟ یکه. میگیم تغییرات سینوس از منفی یک تا یکه. حالا اگر کوسینوس رو میخواستیم مشخص کنیم، عمود میکردیم روی محور کوسینوس ها، این کوسینوس بود، این باز عمود میکردیم، این بود، باز اینجا عمود کنید اینه، در نهایت روی خودش میفته که یکه. باز از این طرف هم کمترین مقدار چیه؟ منفی یکه. پس میتونیم بگیم تغییرات سینوس و کوسینوس بین منفی یک و یک میباشد. خب یعنی چی؟ سینوس تتا بین منهای یک و یک و کوسینوس تتا بین منفی یک و یکه. یعنی بیشتر از یک نداریم، کمتر از منهای یک نداریم. اگر جایی برخوردیم بهتون گفتن سینوس تتا دوه، میگین غلطه، چون سینوس تتا از یک بزرگتر نداره. اگر گفتن کوسینوس تتا منفی سه دومه، میگید غلطه، چون کمتر از منهای یک نباید داشته باشه. پس اینم از نکته‌ای که صفحه 38 سمت راست به عنوان نکته داخل کتابتون گفته. خب الان چی گفته؟ گفته آقای جلالی مثال صفحه 39. از دانش آموزان پرسید اگر تتا زاویه در ربع دوم باشد و سینوس تتا 5/7، آیا می توان سایر نسبت‌های مثلثاتی تتا را به دست آورد؟ امین، می دانیم سینوس تتا میشه ایگرگ، یعنی مساوی 5/7. بنابراین نقطه پی نقطه ای به عرض چقدره؟ 5/7. خب گفته سینوس تتا مساوی ایگرگ، مساوی 5/7. پس مقدار ایگرگتون پی به عرض چیه؟ 5/7. درست است. و حالا طول نقطه پی چگونه به دست می آید؟ خب اگر من بخوام توی دایره مثلثاتی طول نقطه پی رو پیدا بکنم، ما گفتیم شعاع چقدر؟ یکه. عرضم که در آوردیم، البته گفته بود در ربع دوم. خب اینجا میریم در ربع دوم، گفته بود چی؟ سینوس مقدار ایگرگ 5/7، مقدار ایگرگ 5، شعاع که یکه، اینم که 5/7 توی این مثلثی که اینجا تشکیل شده. خب پس میتونم ایکس رو از رابطه فیثاغورس به دست بیارم. اگر ایکس بگیرم، ایکس به توان 2 به اضافه 5/7 به توان 2 مساوی 1 به توان 2. بعد x2 میشه 1 منهای 25/49 به توان 2 رسوندم و آوردم طرف دوم. مخرج مشترک 49 بگیرید، میشه 49 منهای 25 24/49. پس x میشه رادیکال 24/7. خب اگر من اینو بنویسم 4/6 میشه 2 رادیکال 6/7. پس طولش میشه 2 رادیکال 6/7. خب طبق رابطه فیثاغورس گفته رابطه رو نوشیم، بنابراین x2 1 منهای y2 که x2 میشه 24/49 و نقطه پی مختصاتش به دستم. معلم آفرین، این را کاملا درسته، ولی کدام مقدار قابل قبوله؟ خب وقتی که جذب میگیرید مثبت و منفی میذاریم. در ربع چندومه؟ در ربع دومه. خب در ربع دوم منفی قابل قبوله، پس ایکس مساوی 2 رادیکال 6/7 غیر قابل قبول، ایکس مساوی منفی 2 رادیکال 6/7 قابل قبول میشه. محمد مهدی، چون تتا زاویه در ربع دومه، پس طولش منفی، طول نقطه پی منفی است و از این رو منفی رادیکال 24/7 قابل قبوله.
استدلال محمد مهدی کاملا منطقی است و در نتیجه پی نقطه‌ای به مختصات منفی رادیکال 24 هفتم و 5 هفتمه که همون منفی 2 رادیکال 6 دیگه. خب حالا گفته پس کوسینوس تتا میشه چی؟ این پس میشه کوسینوس تتا مساوی منفی 2 رادیکال 6 هفتم. تانژانت تتا اگر اینجا هم که نگاه کنید نسبت ایگرگ به ایکس دیگه، این زاویه که میسازه، خب این زاویه تتا حالا گرفته ولی ما با محور چی؟ ایکس ها در نظر میگیریم. میشه سینوس تقسیم بر کوسینوس یا ایگرگ به ایکس. ایگرگ به ایکس همون 5 هفتم تقسیم بر منفی 2 رادیکال 6 هفتمه. هفتا میرن منفی 5 روی 2 رادیکال 6 که گویا بکنید حاصل رو به دست بیاریم. میشه منفی 5 رادیکال 6 دوازده. و کوتانژانت تتا عکس این مقدار میشه دیگه، 2 رادیکال 6 پنجم منفی. حالا اگر دقت بکنید نگاه کنید شما اینا که به دست آوردیم، گفتیم در رو به دوم سینوس مثبت بقیه منفی هن. اینا مشخص شد که مقداراش منفی شده دیگه. فرض کنید نقطه پی روی دایره مثلثاتی قرار داره و کوسینوس تتا منفی رادیکال 2 دومه، تتا در رو به سومه، بنابراین مقدار سینوس تتا رو میخواد. این زاویه تتا گفته در روب سومه، پی به مختصات x و y. بعد گفته کوسینوس تتا یعنی xمون، کوسینوس تتا منفی رادیکال 2 دومه. خب در روب سوم مختصات نقطه پی رو میخوایم به دست بیاریم. سینوس تتا چقدره؟ سینوس تتا رو باز میتونین شما از همون رابطه فیثاغورس به دست بیارین ببینید چقدر میشه. بعدش میخوام یه نتیجه گیری کنم. این یکه، اینم که رادیکال 2 دومه. خب باز اینو ایگرگ بگیریم، ایگرگ به توان 2 به اضافه رادیکال 2 دوم به توان 2 میشه 1 به توان 2. خب ایگرگ به توان 2 میشه 1 منهای این به توان 2 برسه 2 چهارم، بعد ساده کنید میشه 1 دوم. حالا یک دوم بیاریم این طرف مخرج مشترک بگیریم باز میشه یک دوم، جذب بگیریم میشه یک روی رادیکال 2 رادیکال 2 دوم میشه. چون در رو به سوم منفیه پس ایگرگ رادیکال 2 دوم باز غیر قابل قبول و منفی رادیکال 2 دوم قابل قبوله. پس مختصات این نقطه مون نقطه به مختصات رادیکال 2 دوم و رادیکال 2 دوم منفی هر دو منفی شدن، اولی کوسینوس و دومی سینوسه. خب حالا نگاه کنید چی گفته، سایر نسبت‌های مثلثاتی رو پیدا کنید. اگر من تانژانتم پیدا بکنم گفتیم میشه مقابل به مجاور، مقابلمون رادیکال 2 دوم به رادیکال 2 دوم میشه 1. کوتانژانت هم به همین شکله میشه بازم چی؟ 1. حالا دقت بکنید گفته نه، اگر نگاه کنید این زاویه‌تون مقدار شد رادیکال 2 دوم. چه زاویه رادیکال 2 دوم بود؟ 45 درجه. حالا اومده در روب سوم این 45 باشه، یعنی کل این زاویه مون 180 به اضافه 45 225. خب اینجا که این رادیکال 2 دومه پس این یکیش هم باید رادیکال 2 دوم بشه دیگه. میتونستین از روی نسبت‌های مثلثاتی 45 هم به دست بیارید. خب بعدی گفته اگر کوسینوس آلفا منفی 2 پنجم باشه، اگر کوسینوس آلفا منفی 2 پنجم آنگاه در مورد ناحیه‌ای که آلفا در آن قرار میگیرد بحث کنید. خب نگاه کنید کوسینوس آلفا منفی 2 پنجمه، این محور محور کوسینوس ها بود، این محور وقتی که منفی 2 پنجمه یعنی باید یا در این ناحیه باشه یا در این ناحیه دیگه، چون اگر مثلا انتهای کمان اینجا باشه این تصویر کنین منفی میشه، یا این ناحیه باشه تصویر کنین منفی میشه. پس میتونین به شکل دیگه هم بگید.
میتونید بگید منفی 2/5 رو من روی محور مشخص کنم، میشه ایکسمون دیگه، این برابر با ایکس نقطه. پس اگر من منفی 2/5 رو بخوام مشخص کنم، این یک واحد منفیه، 5 قسمت تقسیم کنید، این منفی 2/5 اینجاست. خب عمود کنید تا دایره رو قطع بکنه، عمود کنید تا دایره رو قطع کنه، یعنی زاویه هاتون یا اینه یا این طرفیه. ولی همون مقداری که گفتیم نگاه کنید راحت تره، اینجا روی اینه، پس بالا و پایینش دیگه. اگر مثلا بگه سینوس مثبته، مقداری بده که مثبت باشه، خب سینوس کجاها مثبته؟ این اینجاست، این قسمت مثبته، پس یا ناحیه دوم یا ناحیه اوله، دو طرف اون جایی که مشخص کردیم میشه ناحیهش. پس گفته در کدام ناحیه میتونه باشه؟ ناحیه دوم یا سوم. زاویه مثال بزنید که سینوسش منفی و کوسینوسش مثبت باشه. خب قسمت سوم شماره 3، یه زاویه میخوایم مثال بزنیم که سینوس منفی و کوسینوس مثبت باشه. خب سینوس منفی کوسینوس مثبت باشه، باید در کجا قرار بگیره؟ ناحیه چهارم. خب از 270 تا 360 شما هر زاویه‌ای که مثال بزنید قابل قبوله. خب مثلا 280 درجه، 290، 300، 302، هر چی که مثال بزنید سینوس منفی و کوسینوسش مثبت میشه، در ربع چهارم باید باشه. نسبت های مثلثاتی رو گفتیم، حالا یه نکته میخوام بگم. میخوام ببینیم که نسبت های مثلثاتیمون مثلا در ناحیه اول تغییرات سینوس به چه شکلیه. دایره رو بزرگتر بکشیم. در ربع اول من اگر نقطه رو اینجا در نظر بگیرم، الان این مقدار کوسینوسمه، این مقدار کوسینوسمه و این مقدار مقدار سینوسمه. از انتها عمود که بکنید روی محور سینوس ها سینوس رو نشون میده، عمود کنید روی محور کوسینوس ها کوسینوس رو نشون میده. پس این کوسینوسه، این چیه؟ سینوسه. میدونید اینجا 0 درجه و اینجا هم 90 درجه. خب الان کوسینوس بزرگتر از سینوسه، بیایم بالاتر این نقطه رو بگیریم، این میشه کوسینوس، اینجا تصویر بکنیم، این میشه چی؟ سینوس ما. خب الان سینوس داره بزرگ میشه، سینوس ما داره چی میشه؟ بزرگ میشه، قدش بلندتر شد. نقطه رو اینجا بگیریم، باز سینوس انقدر میشه، کوسینوس داره کم میشه، اول انقدر بود، بعد انقدر شد، بعد داره انقدر میشه، دوباره سینوس بزرگتر و کوسینوس چی میشه؟ کوچکتر. پس در ربع اول اگر زاویه از 0 درجه به 90 درجه میرود یا میرسه، مقدار سینوس چی میشه؟ افزایش مییابد از 0 به 1 درجه نیستا، مقدار 0، چون اینجا سینوس نداریم، سینوسش 0ه. و باز دوباره در ربع اول اگر زاویه از 0 به 90 میره، مقدار کوسینوس کاهش مییابد، یعنی از 1 به 0 میرسد. در ناحیه‌های دیگه هم میتونیم به همین شکل انجام بدین. مثلا من اگر بهتون بگم سینوس 10 بزرگتره یا سینوس 20، شما میگین سینوس 20. اگر بهتون بگم کوسینوس 5 بزرگتره یا کوسینوس 75، شما میگین 5، چون کوسینوس هرچی که زاویه بزرگ میشه مقدارش کم میشه. اگر بنویسیم که سینوس 38
سینوس 45 کدام بزرگتره؟ میگی 45. حالا اگر بنویسم سینوس 12 کوسینوس 32، خب شما نمیدونید باید هم جنس باشن تا قیاس بزنید، ولی قبلا بهتون گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم که کوسینوس 32 متمم، گفتیم اگر باشن سینوس یک زاویه با کوسینوس متممش برابره، یعنی من این رو میتونم از 90 کم کنم. سینوس چقدر میشه؟ 58 درجه میشه. خب الان سینوس 58 بزرگتر یا 12 سینوس 58؟ در مورد تانژانت هم به همین شکله. تانژانت در ربع اول هر چی زاویه بزرگ میشه مقدار تانژانت افزایش پیدا میکنه و کوتانژانت مقدارش کاهش پیدا میکنه. یعنی سینوس و تانژانت مثل همان از نظر مقداری، نه که 0 و 1 نه، افزایشن و کوسینوس و کوتانژانت از 0 به 90 مقدارشون کاهش پیدا میکنه. خب حالا نگاه کنید، کتاب شما اومده گفته نسبت‌های مثلثاتی ۱۳۵ درجه، سینوس 135 رو گفته رادیکال 2 دومه، نسبت‌های دیگه مثلثاتی زاویه 135 رو پیدا بکنیم. خب اینو بگیم، صفحه 45 کتابتونه، جزء تمریناست. چی گفته پس؟ گفته اگر سینوس 135 مساویه رادیکال 2 دوم باشد، آنگاه نسبت های مثلثاتی زاویه 135 رو پیدا کنید. خب نگاه کنید، من اگر تو دایره مثلثاتی بیام 135 درجه رو پیدا کنم، یه اشاره بهتون کردم، گفتم اینجا که بود گفتم رادیکال 2 دوم مثل 45، 135 اینجاست، این زاویه در ربع دومه. خب این 135 باشه، زاویه حاده‌ای که با محور x میسازه رو همیشه بگیرین، زاویه‌ای که با محور x میسازه اینجاست، چند درجه؟ 45 درجه. یعنی از 180 کم کنیم، با 90 کار نداشته باشین. خب این میشه از 180 کم کنیم میشه 45 درجه. حالا اگر شما میخواین سینوس 135 رو پیدا کنید که دارین، کوسینوس 135 رو پیدا کنید یا تانژانت و کوتانژانت 135 رو پیدا بکنین، یعنی در حقیقت میدونید ناحیتون دومه و این به جاش میتونین 45 درجه رو حساب بکنین. خب اگر کوسینوس 45 رو میخواییم میشه رادیکال 2 دوم، اما چون ربع دومه میشه منفی، در ربع دوم کوسینوس منفیه، تانژانت 45 یکه با در ربع دوم منفیه و اینم میشه منفی 1. خب سال 3 بودیم، سال 4 رو میخوایم پیدا کنیم جوابشو. سال 4 تانژانت 240 رو میخوایم، یعنی داده 240 رو داده رادیکال 3، سایر نسبت های مثلثات. خب باز تو دایره مثلثاتی اگه شما در نظر بگیرین 180 به اضافه 60 اینجا میشه 60 درجه، گفتیم زاویه که با محور x میسازه رو در نظر بگیرین، این انتهاش 240 درجه، اینجا زاویه که میسازه 60 درجه. خب حالا شما سینوس 240، کوسینوس 240، تانژانت رو دارین، کوتانژانت 240 درجه رو میخواین. خب ربع سومه، در ربع سوم سینوس و کوسینوس منفی هن، تانژانت و کوتانژانت مثبت هن، گفتیم دیگه با اینا کار نداریم، با 60 درجه ها کار داریم. خب اگر 60 درجه بخواین
سینوس میشه رادیکال 3 دوم منفی، این میشه 1 دوم منفی، کوتانژانت میشه چقدر؟ کوتانژانت 60 میشه رادیکال 3 سوم. و به این شکل باز این نسبت مثلثاتی به دست اومد. مثال شماره 5، شخصی میخواهد عرض یک رودخانه را اندازه گیری کند. ابتدا مطابق شکل نقطه چین داده شده، نقطه روی سیه و سپس نقطه مانند آ را در امتداد سی و در طرف دیگر رودخانه مشخص میکنه. اندازه 200 متر از سی به صورت افقی در امتداد رودخانه حرکت میکنه تا به نقطه بی برسه. اینجا 200 متر میره، از آب چی برسه؟ بی برسه. اینجا سیه، از سی به بی برسه. اگر زاویه دید این شخص 20 درجه باشه، اینجا 20 درجه باشه و سینوس 20 34 صدم باشه، او چگونه میتواند عرض رودخانه را محاسبه بکنه؟ خب سینوس 20 رو داده، سینوس میشه ضلع مقابل به چی؟ مجاور، ببخشید ضلع مقابل به وتر. این آیه، پس سینوس 20 میشه مثلا x به حالا آبیمون برابر با چیه؟ 34 صدمه. اینم میخواین آسی بگیرین. خب حالا شما 34 صدم رو میتونین ساده بکنین، طرف این وسط این کنید، یکی رو بر حسب دیگری به دست بیارین. بعد از اینکه آسیب آبی دیگه اینو اگر ساده کنیم به 2 میشه 17 50، طرف این وسط این که بکنید میشه آسی مساوی 50 تا آسی مساوی 17 تا آبی. پس آسی میشه 17 50 چی؟ آبی. بعد از رابطه فیثاغورس برین و مقدار یکیو به دست بیارین. بعد میدونین یعنی آسی رو باید حساب بکنین دیگه. پس اینجا میتونستم بگم آبی مساوی 57 همه آسی. وقتی میخواین جا گذاری کنین راحت تر باشین، 57 همه آسی. بعد حالا دارین این به توان 2 به اضافه این به توان 2 مساوی وتر به توان 2، پس میشه آبی به توان 2 مساوی آسی به توان 2 به اضافه بی سی به توان 2. آبی به توان 2 رو ندارین ولی بر حسب آسی میتونیم بنویسیم 57 همه آسی به توان 2 مساوی آسی به توان 2 به اضافه یه بی سی هم که 200. خب از روی این میان با معلوم مشهور کردن به توان رسوندن آسی رو پیدا میکنید و بعد تانژانت رو که به دست بیارین، تانژانت میشه ضلع مقابل به مجاور آسی به 200 و مقدارش به دست میاد دیگه. مطلب بعدی که میخوام بگیم روابط بین نسبت‌های مثلثاتیه. درس سوم در از شروع میشه. روابط بین نسبت‌های مثلثاتی. نگاه کنید، من باز برمیگردم به همین مثلث قائم الزاویه ABC. گفتیم که اگر بخوایم مثلا سینوس اینو بگیرم تتا یا آلفا بگیرین، سینوس تتا میشد ضلع مقابل به وتر، این وتره، سینوس تتا میشد آسی به چی؟ آبی. و
کوسینوس تتا میشد ببخشید آسی به بی سی، کوسینوس تتا میشد آبی به بی سی، تانژانت تتا گفتیم میشه مقابل به مجاور آسی به آبی. حواسم به اینجا رفته بود که گفتم اینو اگر به بی سی تقسیم کنید میشه سینوس تتا به کوسینوس تتا. یعنی اولین فرمول شما به دست میاد، اولین فرمول رابطه بین سینوس کوسینوس تانژانت چیه؟ تانژانت تتا مساویه سینوس تتا تقسیم بر کوسینوس تتا. خب گفتیم اگر شما کوتانژانت رو بنویسین میشه برعکسش دیگه، میشه آبی به آسی، پس میشه کوسینوس تتا به سینوس تتا. پس دومی فرمول کوتانژانت تتا مساویه کوسینوس تتا به سینوس تتا. فرمول بعدی این دوتا عکس هم بودن دیگه، پس میتونم بگم تانژان یک روی کوتانژان و کوتانژان یک روی تانژان میشه. خب اگر عکس هم مثلا دو سوم دارین و سه دوم عکس هم باشن ضربشون چی میشه؟ یک. پس میتونم بگم تانژانت میشه ضرب در کوتانژانت برابر با یک. اینم یه فرمول دیگه به دست اومد. اما حالا میخوایم فرمول بعدی رو به دست بیاریم. سینوس به توان دو تتا به اضافه کوسینوس به توان دو تتا. خب سینوس آسی به بی سی بود به توان دو، اینم آبی به بی سی بود به توان دو، پس میشه این به توان دو به اضافه آبی به توان دو روی بی سی به توان دو. مخرج مشترک بگیرید و جمع کنید، این برابره با چیه؟ این به اضافه این وتر به توان دوه که میشه برابر با یک. ساده میشن با هم دیگه و مقدار به دست میاد برابر با چی؟ یک. پس فرمول بعدی که کاربردم زیاد داره اینه. من با اجازه اینو پاک میکنم، فرمولای دیگه هم که میتونین همینجوری به دست بیارین. سینوس دو به اضافه کوسینوس دو برابر با یکه. خب میتونیم حالا پس تتا باید باشن، یعنی زاویه ها یکی باشه. میتونیم بگیم که سینوس به توان دو کوسینوس رو ببرین طرف دوم، یک منهای کوسینوس دوه. کوسینوس به توان دو رو نگه دارین اینو ببرین اون طرف، یک منهای سینوس به توان دو. حالا باز یه سری میگن اینو بنویسین سینوس رادیکال دیگه به دست میاد دیگه، شما تا اینجا رو که برین. و فرمول بعدی اگر باز جا گذاری کنین به دست میاد، یک به اضافه تانژان دو تتا یک روی کوسینوس دو تتا میشه. میتونین هر دو رو معکوس کنید، یعنی اینو بیارین صورت اینو بیارین مخرج، میشه کوسینوس دو یک روی یک به اضافه تانژان دو. ولی به نظر من شما همین رو یاد بگیرین کافیه، یعنی میتونین وارونش کنید دیگه، دیگه کاری نداره. و یک به اضافه کوتانژان دو هم یک روی سینوس دوه که باز میتونین معکوسم بکنین، میشه یک روی یک به اضافه کوتانژان دو. خب پس چند تا فرمول به دست اومد؟ 8 تا. حالا اگر یه موقعی دیدیم میگن 10 تا 12 تا، واسه این که میگن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا. پس چکیدش همین 8 تایی که نوشتیمه. خب حالا میخوام یه مثال کاربردی بهتون بگیم که به چه شکلی از اینا استفاده بکنیم. خب از همه ساده ترش چیه؟ بگم مثلا سینوس 2 43 به اضافه کوسینوس 2 43، چون زاویه برابرن مثل این میشه دیگه، جا خالیش میشه 1. بگم سینوس 10 روی کوسینوس جا خالی مساوی تانژانت 10، شما باید ببینید چی کوسینوس 10،
یا کلش رو جا خالی بدیم. اینا رو میتونیم به این شکل به صورت جا خالی بهتون بگیم. مثلا بنویسیم تانژانت 40 ضرب در کوتانژانت 40 برابر با چیه؟ جا خالی. میتونیم بنویسین برابر با 1. دیگه چی میتونیم بگیم؟ بنویسم تانژانت 20 ضرب در تانژانت 70 مساوی جا خالی. خب اینجا از زاویه‌های متمم میتونین استفاده کنین. به جای 70 چی میتونین بنویسین؟ به جای 70 میتونین بنویسین کوتانژانت 20. متممش رو برین. تانژانت 20 ضرب در کوتانژانت 20 1. یه مثال دیگه هم بگیم در مورد سینوس. مثلا بنویسم سینوس 2 10 به اضافه سینوس 2 80 جا خالی. خب این سینوس 2 80 باید چی بگیم؟ همون کوسینوس 2 10 دیگه، از 90 کم کنیم، متممش رو بنویسیم، باز برابر با 1. یعنی اگر این دو تا هم جنس بودن باید جمعشون بشه 90 به عبارتی تا برابر با 1 باشه، ولی اگر سینوس و کوسینوس بودن باید همزاویه باشن. خب یکی دو تا مثالو میگیم، بقیهشو وقتی میخوایم بخش بعدی رو بهتون درس بدیم، نوشتن معادل خط و شیب خط رو بگیم، بقیه تمرین ها رو با هم دیگه حل میکنیم. صفحه 46 گفته که با فرض با معنا بودن کسر درستی رو نشون بدیم، بررسی کنید. 1 روی سینوس تتا ضرب در تانژانت تتا مساوی 1 روی کوسینوس تتا. خب نگاه کنید، وقتی تساوی به شما میده شما از یک طرف ساده میکنید تا برسیم به طرف دوم. معمولا اون طرفی که طولانی تره، مطالبش بیشتره، ساده میکنیم. پس این الان طرف اول ماه، میخوام ساده کنم چون نمیخوام دوباره بنویسم. 1 روی سینوس تتا رو نوشتم، به جای تانژانت چی میتونم بنویسم؟ سینوس تقسیم بر کوسینوس ضرب دیگه. میتونم صورت و مخرج رو بزنم، طرف دوم به دست میاد. به همین راحتی. این الف بود. قسمت ب. من ترجیح میدم اول قسمت پ رو بگم چون یکم اون کارش بیشتره. 1 به اضافه تانژانت آلفا روی 1 به اضافه کوتانژانت آلفا مساوی تانژانت آلفا. خب اینو میخوایم ثابت کنیم. به جای کوتانژانت چی میتونم بنویسم؟ بنویسم 1 روی تانژانت. فکر میکنم اینجوری جواب بده. 1 به اضافه تانژانت. میتونستین هم چه کار بکنین؟ میتونستین تانژانت رو بنویسین سینوس تقسیم بر کوسینوس، بعد کوتانژانت و کوسینوس تقسیم بر سینوس، مخرج مشترک بگیرین. 1 به اضافه اینو بنویسم 1 روی تانژانت، مخرج مشترک بگیرم واسه مخرجم، صورت پس خودشه، مخرج مشترک بگیرید تانژانت آلفا به اضافه 1 روی تانژانت آلفا. اگر دور در دور، نزدیک در نزدیک کنید میشه تانژانت آلفا در 1 به اضافه تانژانت آلفا. مخرجم که 1 ضرب در این همون 1 به اضافه تانژانت آلفا. اینا میرن، جواب به دست اومد، شد تانژانت آلفا. لازمش اینه که شما به فرمول ها تسلط داشته باشین، هر دو طرف فرمول رو بدونید، حفظ کنید. یعنی اگر میگید سینوس 2 به اضافه کوسینوس 2 1، جای لازم بود به جای 1 بذاریم، باید بذاریم به جاش مقدارشو. قسمت ب هم حل میکنم، دوتاشو میذارم واسه جلسه بعد که بهتون بگم. خب قسمت ب، کوسینوس تتا روی 1 به اضافه سینوس تتا مساوی 1 منهای سینوس تتا روی کوسینوس تتا. نگاه کنید، اینو میخوام ساده کنم. خب
من اینجا نه فرمولی واسهشون دارم که مثلا این بر حسب این باشه توان دو نداره. چه کار میکنم؟ چون میبینم صورت باید یک منهای سینوس تتا داشته باشم، میام صورت و مخرج طرف اولم رو در یک منهای سینوس تتا ضرب میکنم. پس این رو خودم اضافه کردم. میدونین صورت و مخرج رو در یه عدد میتونین ضرب یا تقسیم کنین. پس اینو در یک منهای سینوس تتا ضرب و تقسیم کردم. حالا مخرج اتحاد مزدوجه، میشه اولی به توان دو یک، منهای دومی به توان دو سینوس دو. صورتم کوسینوس تتا در یک منهای سینوس تتا. اما یک منهای کوسینوس دو برابر با چی بود؟ یک منهای سینوس دو برابر با کوسینوس دو بود. یک منهای سینوس دو برابر با کوسینوس دوه. پس میتونم این کوسینوس تتا رو با یه توانش بزنم و طرف دوم به دست میاد. یک منهای سینوس تتا روی کوسینوس تتا. خب یه بخشی از درس سوم رو بهتون گفتیم ولی یه بخش دیگهش مونده. جلسه بعد بقیه مطالب رو بهتون میگم. خسته نباشید.